پارسال دقیقا همین موقع ها یه اسکاچ بافتم به اسم اسکاچ موتیفی که تقریبا همین طیف رنگی بود. یه کمی کوچیک در می اومد. این بار یه اسکاچ موتیفی بافتم بزرگتر. سلام دوستان، سحر قرشیان هستم. بافتنی قشنگه، بزن بریم اسکاچ ببافیم. ببری جان هم اومده ما رو نگاه میکنه و منتظر بهار سال 1401 هست. نمادشم ببر. من اسکاچ رو با کامبا سوزنی و قلاب شماره 3 بافتم. اینجا با کاموای میامی میبافم، کاموای ایرانی که بهتر دیده بشه. با قلاب شماره 3 سوزنی رو ببافید اندازش اوکیه. شروع میکنیم به زنجیره زدن. یه گره اولیه میزنیم و بعد 6 تا زنجیره میزنیم. 4 5 6 میاییم روی زنجیره اول، بست میزنیم، وارد میشیم، یه نخ میگیریم، نخ را از هر دوتا حلقه بیرون میکشیم، یک زنجیره میزنیم و شروع میکنیم داخل حلقه پای کوتاه بافتن. 12 تا پایه کوتاه میبافیم، یه نخ میگیریم، یه نخ دیگه، دوتا حلقه، یکی میشه. یکی این پایه ها رو میکشیم به سمت راست تا جا باز بشه، ما بقی رو میبافیم. 12 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. میاییم روی اولین پایه کوتاه، یک بست میزنیم. ببینید یه نخ بیرون میکشم، همون نخ رو دوباره از حلقه ای که هست رد میکنم و محکم میکشم که بسته بشه. رج دوم، 3 تا زنجیره میزنیم معادل پایه بلند، یک زنجیره میزنیم، پایه بعدی پایه بلند و یک زنجیره. همین بافت تکرار میشه، پایه بلند، زنجیره تا انتها. میشه 12 تا پایه بلند و 12 تا فضای زنجیره‌ای. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدیم، میایم ابتدای رج، سر سومین زنجیره از ابتدای رج یک بست میزنیم. یک زنجیره میزنیم و نخمون رو قطع میکنیم. اگر که تک رنگ ببافید مشکلی نیست، اما ما میخواییم رنگمون رو عوض کنیم، نخ رو قطع میکنیم. اضافه نخ رو از پشت پایه ها رد می کنم که بچسبه به پشت رج و حین بافت میانه بافت قرار بگیره. برای رج دوم، رنگ دوم رو گره اولیه زدم، روی یکی از فضاهای زنجیره‌ای که فرقی نمی کنه هر کدوم باشه سر می گیریم، 3 تا زنجیره می زنیم، معادل پایه بلند، داخل همین فضا که هستیم 2 تا پایه بلند دیگه می بافیم. پس شد 3 تا پایه بلند. ما بقیه فضاها هم به همین شکل 3 تا 3 تا میبافیم، 3 پایه بلند. در انتهای باف 35 پایه بلند و 3 زنجیره داریم که اون 3 زنجیره هم معادل پایه بلند هستش. ادامه میدم. رسیدم به انتهای رج. ببینید 3 تا 3 تا ادامه دادیم. میایم روی سه زنجیره اول، سر سه زنجیره اول بستمون رو میزنیم. چهارم میخواییم ما بین این دسته های ستایی دقیقا بالای پای بلند ببافیم. خب میایم سه تا زنجیره میزنیم، باز هم مثل همیشه معادل پای بلند. میایم میریم داخل فضای قبلی، اینجا یک پای بلند میبافیم، یکی شد. میریم داخل فضای بعد، دو تا پایه بلند نیمه میبافیم، یعنی مرحله آخرش رو نمیبافیم، میریم یه پایه بلند دیگه میبافیم. حالا 3 تا حلقه روی قلابه، یه نخ میگیریم و یکی میشه. دو تا زنجیره میزنیم، یه دسته دیگه کنارش میبافیم، یعنی دو تا پایه بلند نیمه یکی میشه. داخل هر فضا همین باف تکرار میشه، دو تا پایه بلند نیمه باید ببافیم، یکی میشه. دو تا زنجیره میزنیم و دوباره یه دسته دیگه میبافیم،
دسته هامون دو تا پای بلنده نیمه هستن که یکی میشن. ادامه میدیم. تا انتها که بافتم، خب حالا ببینید رسیدم به همون فضای اولیه. یه دسته هم باید اینجا ببافیم، چون اولی رو تکی بافتیم دیگه، درسته؟ دو تا پایه بلند نیمه میبافم، یکی میشه، دو تا زنجیره میزنم. حالا میریم سر یکی شده اولی، یعنی پایه بلندی که اولین پایه بلند بست، میزنیم، زنجیره میزنیم و نخ رو قطع میکنیم، رنگ بعدی رو سر میگیریم. رنج پنجم رو من میخوام با سفید ببافم، چون تصمیم گرفتم این موتیفا تبدیل به یه چیزی بشه. حالا بعدم میبینید. این رنگ جدید رو که گره اولیه زدیم، داخل یکی از فضاهای دو زنجیره سر میگیریم، سه تا زنجیره میزنیم معادل پایه بلند و داخل همین فضا چهار تا پایه بلند دیگه میبافیم. یک، دو، سه، چهار. جمع شد چند تا؟ پنج تا. با اون سه زنجیره ابتدایی را دو تا زنجیره میزنیم و میریم فضای بعدی، فضای دو زنجیره ما بین همون دسته های یکی شده، پنج تا پایه بلند بافیم. سه، چهار و پنج. همینو ادامه میدیم. دو زنجیره داخل فضاهای دو زنجیره ای پنج تا پایه بلند میبافیم، ما بینشون هم دو تا زنجیره میفته. به این صورت در اومد رسیدم انتهای رژ. بعد از دو زنجیره دوباره سر سومین زنجیره از ابتدای رژ بست رو میزنم. رژ بعدی باز با سه زنجیره شروع میشه، روی چهار پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم، یک، دومی، سه و چهار. دو تا زنجیره میزنیم، داخل فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم، دو تا زنجیره و همین بافت تکرار میشه، با این تفاوت که دیگه پنج تا پایه بلند هستش. اولی سه زنجیره بود. به همین ترتیب ادامه میدیم. پنج تا پایه بلند، دو زنجیره، پایه کوتاه داخل فضای زنجیره ای و دو زنجیره. این بافت با کانوای میامه قلاب شماره دو بافته شده. حالا تفاوتش رو ببینید. وقتی میگم که کانوا سوزنی رو با قلاب شماره سه ببافی، اینه. بافتتون کوچیک‌تر در میاد وقتی که با قلاب کمتر میبافی. حالا درسته که ضخامت نخ هم فرق داشت، تاثیر داره. تا انتها میبافم. تا انتها بافتم آخرین دو زنجیره، پایه کوتاه، دو تا زنجیره و بست میزنیم سر سه زنجیره ابتدایی را. یک زنجیره میزنیم و نخ رو قطع میکنیم، اما من قطع نمیکنم چون که با این موتیف کار دارم. همراه من باشید پست بعدی ببینید که این موتیف تبدیل به چه بافتی میشه. مطمئنم میتونید حدس بزنید. اگه حدس زدید کامنت بذارید.